علت جدایی آزاده صمدی و هومن سیدی بعد از 7 سال زندگی مشترک و حقایقی باور نکردنی از زندگی شخصی آزاده صمدی. با ما همراه باشید، یه مروری با هم زندگیش رو انجام میدیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام. خب آزاده صمدی متولد 17 دی ماه سال 1357 در شهر لاهیجان هست. فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه سوره است و اهل نقاشی، عکاسی و هنرهای مختلفه و توی خیلی از زمینه هم دستی بر آتش داره. اون همسر سابق هومن سیدیه و چند سال پیش از همدیگه جدا شدن. آزاده صمدی در شهر لاهیجان استان گیلان به عنوان فرزند اول خانوادش به دنیا اومد. 2 تا برادر کوچکتر هم داره. پدرش شغل آزاد داره و مادرش هم به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت میکنه. اون تا پایان مقطع پیش دانشگاهی و گرفتن دیپلم در شهر خودش لاهیجان زندگی میکرد. ولی بعد از قبولی در دانشگاه به تهران نقل مکان کرد و اونجا هم در دانشگاه و هم در کلاس‌های مختلف حضور داشتش. یکی از رویاهایی که از کودکی آزاده صمدی داشته و همین باعث شده که رو به رشته بازیگری بیاره زیستن به جای افراد دیگه است. خودش در این باره میگه: در دوران کودکی بچه خیال پردازی بودم. دوست داشتم رویا پردازی کنم. در خیالات خودم رو جای آدم‌های مختلف می‌ذاشتم و زندگی اونها رو بازی می‌کردم. رویای زیستن به جای دیگران همیشه با من بود و هنوز هم این بازی برایم ادامه داره. تنها فرقش این است که جلوی دوربین این کار رو انجام میدم. آزاده صمدی در سال 1379 وقتی که 22 ساله بود وارد دانشگاه سوره شد و کارش رو از دستیار تئاتری شروع کرد. بعد از اون دوره بازیگری رو در مؤسسه کارنامه زیر نظر پرویز پرستویی گذروند. اوج فعالیت هنری اون و در واقع شروع فعالیت هنری اون رو میتونیم سال 1385 سریال راه بی پایان همایون اسدیان بدونیم که هم هومن سیدی و هم آزاده صمدی رو به یک باره معروف کرد. جالبه که توی این فیلم هم این دو نفر نقش 2 تا جوان عاشق پیشه رو با هم بازی میکردن. آزاده صمدی و هومن سیدی در مؤسسه کارنامه وقتی که داشتن دوره بازیگری رو میگذروندن با هم آشنا شدن و همونجا هم با هم ازدواج کردن. در واقع اون تایمی که سریال راه بی پایان رو بازی کرده بودن و اصلا مشهور نبودن هنوز، این دو نفر با هم ازدواج کرده بودن. قبل از سریال راه بی پایان، آزاده صمدی توی چند تا تئاتر و تله تئاتر هم بازی کرده بود که از جمله اونها میتونیم به تئاتر بی شیر و شکر حمید امجد و تله تئاتر دریا روندگان محمد عاقبتی اشاره بکنیم. آزاده صمدی بعد از شهرت در سریال راه بی پایان در فیلم کوتاه 35 متری سطح آب و دندان که کارگردانیش رو هومن سیدی بر عهده داشت بازی کردش. بعد از اون هم در فیلم آفریقا که اولین تجربه حرفه‌ای هومن سیدی به حساب می اومد ایفای نقش برداخت و اولین ورودش به سینما با همین فیلم سینمایی آفریقا بود که کنار بازیگران مشهور دیگه مثل شهاب حسینی توی این فیلم به ایفای نقش برداخته بود. جالب بدونید که این اولین تجربه آزاده صمدی بود، ولی برای همین فیلم موفق شدش دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنواره فیلم فجر به دست بیاره. آزاده صمدی و هومن سیدی سال 85 با هم ازدواج کردن و سال 92 از همدیگه جدا شدن و زندگی مشترکشون فقط 7 سال دوام داشت. جالبه که خیلی ها معتقد بودن این زوج خیلی به هم میان و احتمالاً زندگی مشترک طولانی دارن. حتی شایعه شده بود که یه تایمی این دو نفر بچه دار هم شدن و یه دختر حاصل زندگی مشترکشون هست، در صورتی که این درست نبود و چون یه مقدار ماجرای طلاقشون رو دیر رسانه‌ای کردن، خیلی ها به اشتباه دختر هومن سیدی رو که از همسر دومش بود حاصل ازدواجش با آزاده صمدی میدونستن. جالبه که بدونید
این دو نفر حدوداً یکی دو سالی بعد از طلاقشون این ماجرا رو رسانه‌ای کردن. در مورد علت طلاقشون هم جزئیات زیادی رو ارائه نکردن، ولی خب به صورت کلی گفتن اختلاف سلیقه‌ای که بین ما توی سالهای پایانی زندگی مشترکمون بود علت اصلی جداییمون هست. اولین بار هم ماجرای طلاق رو هومن سیدی رسانه‌ای کرد، اونم حدوداً دو سال بعد از ماجرای جداییشون. اون توی پیج اینستاگرامش خطاب به مخاطباش گفت: دوستان عزیز، گاهی به دلیل علاقه و لطف شما شاهد این هستم که جزئیاتی از زندگی خصوصی هم تبدیل به موضوع ذهنی عده‌ای از دوستان شده. بیشک زندگی من هم مثل هر کدوم از شماها تشکیل شده از دوایر شخصی و خصوصی که ترجیح میدم در حجاب عرف‌های رایج فرهنگ باقی بمونه. اما از اونجایی که احترام زیادی براتون قائلم و پیگیری‌های شما رو توجه دوستانه تحلیل و تعریف میکنم، باید به اطلاعتون برسونم که زندگی مشترکم با سرکار خانم آزاده صمدی نزدیک یکی دو سالی هست که به اتمام رسیده. امیدوارم با این توضیح که با بهترین نیتهای قلبی برای شما عزیزان همراه بوده، هدف از او پاسخ به شبهات ذهنی بعضی از دوستان است باب گفتگو، اظهار نظر، اعلام تأسف، گمان زنی و باقی واکنش ها به کلی بسته و موضوع به کلی مختومه کرده. برای همه شما آرزوی حرکت در مسیر خوشبختی رو دارم. آزاد صمدی هم بلافاصله بعد از این واکنش هومن سیدی مصاحبه ای انجام داد و توی اون مصاحبه در مورد دلایل طلاقش گفت: همیشه یه اتفاقی میفته که قرار بود بیفته، لابد و اینا همه توی ذهن تو هست. اینکه چطوری به ماجرا نگاه کنی، اینکه میتونی بشینی زانوی غم بغل بگیری، میتونی بیفتی تو تخت و بگی وای نابود شدم و در حق من جفا شد، من یک زن قربانی ام در این اجتماع، و میتونی اینطوری برخورد کنی، ولی میتونی هم برگردی بگی که مسیر زندگی من تا اینجا این بوده و الان این نیست، باید چیکار کنم، باید ادامهش بدم دیگه. ما محکومیم به زندگی کردن و محکومیم به خوب زندگی کردن. باید بهترین زندگی رو بکنیم، چون یک بار فقط این کار رو میتونیم انجام بدیم و باید لذت ببریم از زندگی. و من هم اینجوری زندگی میکنم. حتما همه آدمای روزای بد دارن، روزای خوبم دارن، ولی تهش میگن که گریه هامم تموم کردم و تا ابد مگه میتونم گریه کنم. متاسفانه توی مملکت ما طلاق به عنوان یه شکست شو افتاده، ولی من اصلا شکست نمیدونم اونو. خیلی موقع ها میتونه به عنوان یه پیروزی باشه. من میگم همه این اتفاقات تو ذهنته، به توانت بستگی داره و میتونی مسیر تو برای خودت بسازی. آزاد صمدی توی سالهای فعالیتش حواشی زیادی رو هم داشته. اون در جام جهانی 2018 روسیه اجرای برنامه زابیوکا رو در شبکه اینترنتی آیوا بر عهده داشت که بعد از چند برنامه ناظر صدا سیما جلوی اجرای اون رو گرفت و حالا دلایلی هم که برای توقیف برنامهش گرفته بودن این بود که توی این برنامه از زن بی استفاده ابزاری میشه و اصلا دلیلی نداره که اجرای یه برنامه ورزشی مردانه رو یه خانوم بر عهده داشته باشه. اون سال گذشته هم بعد از ماجرای مهسا امینی و اعتراض خیلی از هنرمندان به حجاب اجباری توی یه مراسم خاکسپاری با کلاه حضور پیدا کرده بود که بعد از این ماجرا اون رو دادگاهی کردن و بعد از چندین مرحله و گرفتن تعهدهای مختلف اون رو به یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و مراجعه هفتگی به روانپزشک محکوم کردن. این حکم علاوه بر آزاد صمدی برای لیلا بلوکات هم اتفاق افتاده بود. از فیلم ها و سریال های خانم آزاده صمدی میتونیم به زیر نظر، مارموز، سراسر شب، لابی، ساعت پنج عصر، خوب بجل، 50 کیلو آلبالو، گاهی، ارغوان، طبقه حساس، 13 و آفریقا اشاره بکنیم. اون توی تلویزیون هم سابقه سریال های از جمله ما چند نفر، راه بی پایان، گاف صندوق، سیومین روز، انقلاب زیبا، پشت بام تهران، دیوار به دیوار و فیلم های شبکه نمایش خانگی میخواهم زنده بمانم، نهنگ آبی و عالی جناب اشاره بکنیم. حتما نظرتون رو در مورد خانم آزاده صمدی برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. ممنون از همراهیتون با این ویدیو. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید.
تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.